سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. شما چه فکر میکنید؟ ایرانی ها پیروز جنگند یا برنده مذاکره؟ این هفته باز هم آرایش نیروها در منطقه خلیج فارس جنگی تر از همه سالهای گذشته بود و همزمان زمزمه گفتگو زیر پوست همه اتفاقات شنیده میشد. مشکل عمده اینجاست که کسی نمیداند هر کدام از این گزینه ها چقدر جدی و چقدر نزدیک به واقعیتند. همین دیشب آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را تحریم کرد، در حالی که بخشی از معافیت تحریم‌های ایران را تمدید می‌کرد. چند روز قبل خیلی ناگهانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت: به یاد داشته باشید ایرانی‌ها هرگز برنده جنگی نبودند، اما هیچگاه در مذاکره بازنده نشدند. این یعنی ترغیب ایرانی‌ها به مذاکره یا توجیه جنگ با ایران برای مخاطب آمریکایی. اصلا مخاطب این توییت کیست؟ بعدتر البته روشن شد که این بخشی از یک مقاله جان بولتون بوده. در جواب او محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم توییت کرد و به دونالد ترامپ یک بار دیگر توصیه کرد که از تیم بی دوری کند. تیم بی اسمی است که آقای ظریف برای بن سلمان، بن زاید، بنیامین نتانیاهو و جان بولتون گذاشته. او نوشت: تیم بی را با این آتش همیشگی جنگ کنار بگذار. دیپلماسی هرگز به معنای ضعف نیست، بلکه به معنای احتیاط است. اما همین شیوه حضور محمد جواد ظریف در رسانه‌ها و مجامع عمومی ممکن است دلیلی بود که آمریکایی‌ها را برای تحریم او بیشتر ترغیب کرد. توییتر رسمی وزارت خارجه آمریکا به محمد جواد ظریف لقب مالکش اعظم داد که روحانی همان را بی‌پاسخ نگذاشت. هر روز بیاد ادعا کنه و بگه که من می‌خوام با ایران مذاکره کنم، مذاکره من با دولت ایران بدون هیچ پیش شرطی هست، ما در هر لحظه آماده ایم با دولت ایران مذاکره کنیم، و بعد وزیر خارجه اون کشور رو تحریم بکنه. از طرف دیگه در حالی که نفتکش‌های ایرانی و بریتانیایی هنوز در اختیار طرفین است و هیچ اقدام روشنی برای خروج از این وضعیت انجام نشده، وزیر خارجه جدید بریتانیا در نخستین هفته کاریش سعی کرد که شرکای اروپاییش رو مجاب بکنه که نیروهای این کشورها رو برای حفاظت از کشتی‌ها در خلیج فارس اعزام بکنن. ما می‌خواهیم ابتکار عمل دست اروپا باشه، هرچند نباید اروپا و آمریکا بر سر این موضوع در برابر هم جبهه‌گیری کنند، بلکه باید بیشترین تعداد کشورها رو برای رعایت قوانین بین‌المللی جمع کنند. ابتکار عمل اروپا پشتیبانی آمریکا رو هم باید داشته باشه. براتون ناامید کننده نبود که مایک پومپئو گفت این مشکل بریتانیاست و خودشون باید مواظب کشتی‌هاشون باشن؟ United Kingdom to take care of their own ships. Well, in the first instance, but of course, the threat. بله، واکنش اولیه‌شون این بود، ولی خطر در تنگه هرمز متوجه همه کشتی‌های خارجیه. من بلافاصله پس از اینکه وزیر خارجه شدم با مایک پومپئو صحبت کردم. هر دوی ما توافق داریم که قوانین بین‌المللی باید رعایت بشن. وزیر خارجه بریتانیا در برنامه تودی در رادیو 4 بی بی سی صحبت میکرد، اما به نظر نمیرسه که آلمانی ها و فرانسوی ها چندان آماده باشند. در واقع آلمانی ها علناً پیشنهاد آمریکا رو برای اعزام نیرو به خلیج فارس رد کردند. از سوی دیگه آقای واعظی رئیس دفتر حسن روحانی گفته که حسن روحانی و امانوئل مکرون 100 دقیقه گفتگوی تلفنی داشتند، شاید نشانه ای از تلاش اروپا برای حفظ برجام. همزمان رئیس جدید اینستکس هم معرفی شده، دیپلمات آلمانی که ایران رو میشناسه و منتقد رفتارهای خصمانه با تهران بوده. اما آیا اینها کافی هست؟ نظر محمد جواد ظریف رو در این باره بشنوید. اینستکس هم که یک مرحله مقدماتی بوده هنوز عملیاتی به صورت کامل نشده، و اگر هم عملیاتی باشه حتما ضرورت داره که پول نفت وارد اینستکس بشه، و اینجور نباید باشه که اینستکس وسیله‌ای بشه برای اجرای
دستورات آمریکا و آمریکایی‌ها بگن اینستکس چگونه میتونه کار بکنه. اینستکس وسیله برای اجرای تعهدات اروپا و تعهداتی که بعد از رفتن آمریکا ایجاد شده. معلومه که اینستکس نمیتونه با موافقت آمریکا کار بکنه. باید اینستکس به عنوان یک اقدام اروپایی در نظر گرفته بشه و اونها باید این جرأت رو به خودشون بدن که بر اساس تعهداتشون عمل کنن، نه بر اساس منویات آمریکا. در این گیرودار نمایندگان کشورهای عربی هم به تهران رفت و آمد می‌کنند. همزمان وزیر خارجه ایران گفت که کشورش آماده است با عربستان گفتگو کند. گرچه چند ساعت بعد آقای ظریف باز هم در توییتر به سیاست‌های عربستان و همینطور جان بولتون بابت استاندارد دوگانه در قبال ایران و عربستان تاخت. بیش از همه اینها مسئله‌ای که ناظران رو در مورد تصویر فعلی روابط ایران و آمریکا، یا بهتره بگیم عدم رابطه ایران و آمریکا گیج کرده، مواضعیه که مقام‌های آمریکایی می‌گیرند. به توییت دونالد ترامپ اشاره کردم، این رو هم ببینیم. وقتی از وزیر خارجه آمریکا پرسیده شد اگر فرصتش فراهم بشه حاضر به تهران سفر کنه یا نه، پاسخش این بود: مطمئنن اگه این تصمیم باشه با خوشحالی به اونجا خواهم رفت. در تلویزیون ایران ظاهر میشین. من از فرصت گفتگوی مستقیم با مردم ایران استقبال میکنم. ظریف میاد اینجا به نیویورک، در بهترین شهر آمریکا، با رسانه‌ها صحبت میکنه، با مردم آمریکا. میتونه پروپاگاندای رژیم رو در رسانه‌های آمریکایی مطرح کنه. من هم از این فرصت خوشم میاد، نه برای پخش پروپاگاندا، که برای گفتن حقیقت به مردم ایران در مورد رفتار رهبرانشون و اینکه چطور این کارها به مردم ایران آسیب زده. فکر میکنم دلیلی که این اجازه رو نمیدن اینه که اونا این حقیقت رو میدونن. خارجه آمریکا زیرنویس کرده بود و روی صفحه توییتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا قرار گرفت، برشی از یک مصاحبه با بلومبرگ. در میزه گرد امروز قصد داریم نگاه جامع داشته باشیم به آنچه که در هفته گذشته در رابطه ایران و آمریکا گذشت و در تصویر بزرگتر بین بازیگران منطقه‌ای و بین المللی. برای این مناظره میهمانانی دعوت کردیم از نقاط مختلف: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل و عضو جریان سوم از نیویورک همراه ماست، عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند از لاهه، و نگار مرتضوی، روزنامه نگار و مشاور سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای جلالی تهرانی، به نظر شما آیا رفتارهای آمریکا در قبال ایران ظرف هفته گذشته یک روند یک پارچه و یکسان داشته، یا بالا و پایین هایی دیدیم که قابل در واقع ردیابی و رمزخوانی نیست؟ نه، برعکس، من اتفاقا فکر میکنم که این که ما بگیم رفتارهای آمریکا متناقضه بیشتر یک حرفی که ماها داریم میزنیم، وگرنه در طول این 6-7 ماه اخیر حداقل نگاه بکنیم، یک برآوردی در کلیتش داشته باشیم مشخص هست. ببینید، وقتی که میگن مثلا مذاکره بدون پیش شرط، یعنی اینکه این هیچ ربطی نداره به اینکه آقای ظریف رو تحریم بکنن، آقای خامنه‌ای رو تحریم بکنن، اینها شرط نیستش که گذاشته باشن. اونا کار خودشون رو دارن میکنن، در این حال میخوان جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنن و پای میز مذاکره بنشونن. شرط هایی هم که آقای پومپئو گذاشته بود برای در واقع یک برجام دیگر یا یک معامله هسته‌ای دیگر محسوب میشه، نه برای مذاکره. و همین جد و از طرف دیگه در نظر بگیرید که یک مدلی هم مدل کاراکتر آقای ترامپ که اصلا دوست داره یه مقداری چند پهلو حرف بزنه، این مدل رو از جوونیش هم داشته. یک بیزنسمنی بود که علاقه من به مسائل سیاسی بود، توسط روشنفکران خیلی مسخره میشد اون موقع ها. اون موقع خیلی صادقانه تر حرف میزد و جذابیتی داشت. الان یکم سنش بالا رفته و به هر حال قدرتمندترین مرد جهان هم محسوب میشه. این پهلویی رو دوست داره، ولی در واقع ادبیات دستگاه دیپلماسی آمریکا یک ادبیات خیلی صریح و متفاوتیه و از جهت زبانشناسی و نظر من اصلا بزم خاص خودش رو داره. نظر سایر مهمانان رو هم بشنویم. آقای ملکی، نظر شما چی است؟ ایشون، آقای جلال تهرانی، میگن که اونا میگن مذاکره، کارهایی هم که کردن ظرف چند روز اخیر نقض حرفای قبلیشون نیست، اما چطور میشه با یک نفر مذاکره کرد، با یک کشور مذاکره کرد در حالی که وزیر خارجه اون کشور رو تحریم کردید؟ من فکر میکنم یک مختصات پیشبینی ناپذیری در دولت فعلی آمریکا وجود داره و این هم یک ویژگی هستش که آقای ترامپ
نه از سر به اصطلاح ناآگاهی نسبت به این پیشبینی ناپذیری، بلکه به طور عمدی این روش رو داره. یعنی یک روش سیاست ورزی است که آقای ترامپ داره و این پیشبینی ناپذیری رو هم در عرصه داخلی و هم در عرصه سیاست بین الملل پیگیری میکنن و این سبکی است برای خودش. و اتفاقا چیزی که جمهوری اسلامی رو مقدار آزار میده این که خب جمهوری اسلامی یک حکومتی بوده که اونم حکومت حالا غیر نرمال که شناخته میشه در دنیا، همواره اقدامات غیر قابل پیش بینی یا غیر متعارف انجام میداده. این بار با و در جهان غرب معمولا با بازیگرانی مواجه بوده که پیش بینی ناپذیر بودند، یعنی غربی ها و دولت آمریکا به صورت کلی پیش بینی پذیر بوده رفتارشون. این مشخصات حکومت، یعنی که میتونه بله پیش بینی پذیر بوده، بدن که این اصلا ویژگی حکومت های دموکراتیک هستش. اما واقعیت چیه که الان گرفتاری که جمهوری اسلامی پیدا کرده، بازیگری در صحنه اومده که تا حدودی مثل خودش بازی میکنه و از این جهت یه مقدار به قول معروف عرصه برش تنگ شده. آقای ترامپ خب این وضعیت رو داره که یک کارهایی میکنه که به نظر غیر قابل جمع میاد، اما به همون جوری که به نظر آقای جلالی تهرانی هم گفتن، از نظر اونها تناقضی نداره. اون بحثی که از همون روز ابتدا مطرح شدش که ما بدون هیچ پیش شرطی حاضر به مذاکره هستیم، هنوز هم گفته شده و در این حال هم در این مسئله تحریم ها و اینها رو هم در جای خودش میدونن که به عنوان اعمال فشار انجام میدن. و همین هم هستش که آقای پومپو وقتی ازش میپرسن میگه که من حاضرم برم تهران و برخلاف بعضی از اصلاح طلبانی که دیدم امروز مطلبی نوشته بودن که احتمالاً آقای پومپو این کارو نمیکنه و برای اینکه بتونیم رسواش بکنیم در 28 مرداد فرزند دعوتش بکنیم که ایران بیاد، مطمئناً آقای پومپو همچین کاری میکنه اگر دعوتش کنن میره. نگاه اونها به سیاست متفاوت از یک نگاه ایدئولوژیکی هستش که میاد میگه مذاکره میکنیم فرزند و به نوعی مذاکره رو به نوعی تسلیم میدونیم. اونها نگاهشون متفاوت است. خانم مرتضوی، اول من تصحیح بکنم، خانم مرتضوی مشاور روزنامه ایندیپندنت هستن، نه ایندیپندنت فارسی. اما از شما هم میخوام همین رو بپرسم، آیا به نظر شما اون چه که الان از آمریکایی ها میبینیم یک دوگانگی هست، یا اونطور که آقای جلال تهرانی میگن نه دوگانگی شاید نیستیم، اونطور که آقای ملکی میگن غیر قابل پیشبینی هستن و این مسئله تهرانه؟ ببین، آقای ترامپ به هر حال فردیه که پیشینه سابقه سیاسی نداره و نه تنها دوگانگیه، بله به نظر من هم دوگانگی و تناقض هست در عمل کرد و حتی ادبیاتی که از کاخ سفید ما میشنویم و همینطور غیر قابل پیشبینی بودن که خب خصوصیت خود آقای ترامپ هست. مسئله اینه که آقای ترامپ به سیاست هم به شکل تجارت نگاه میکنه و خودش هم بارها اینو اذعان کرده که همونطور که قراردادهای تجاری یا حتی معاملات املاک خودش رو انجام میده، به سیاست هم به صورت قراردادی نگاه میکنه. و مسئله دیگه اینه که اطرافیان آقای ترامپ، مشاوران او هم بینشون تناقضهایی هست. ما افرادی رو میبینیم که تندروتر هستن، فردی آقای بولتون که سالهاست علناً به دنبال تغییر رژیم یا جنگ با ایران، بمباران مراکز هسته ایران، همه اینها رو علنی گفته. آقای پومپو که باز هم مواضع بسیار تندی علیه ایران داره و مشاورانی که در طی این دو سال ما بارها شنیدیم که حتی آقای ترامپ رو برحذر داشتن از حمله به مراکز ایران، از خروج از برجام، از وزیر خارجش آقای تریلرسون گرفته، وزیر دفاع سابق آقای ماتیس، تا حتی فرماندهان ارتشی که هنوز دور و بر او هستن. و در واقع این جدال داخلی کاخ سفید هم تا حدی مشهوده در این عمل کردی که ما می‌بینیم از آقای ترامپ. یه نکته دیگه هم اینه که آقای ترامپ خواستار مذاکره با ایران هست، خواستار یک توافق جدید هست و اصلاً به هیچ وجه به دنبال جنگ یا درگیری نظامی نیست، ولی استراتژی که برای رسیدن به اون هدف در پیش گرفته واقعاً استراتژی به نظر من نامناسبیه، به دلیل اینکه روی رفتار رهبران ایران به این شکل جواب نمیده. آقای ترامپ فکر می‌کنه همون متدی رو که برای کره شمالی در پیش گرفته می‌تونه با ایران هم استفاده کنه، فشار حداکثری، ادبیات بسیار تند و بعد نهایتاً پای میز مذاکره بشینه خب یا هم نامه‌های عاشقانه بنویسه. با رهبران ایران، با اون شناختی که به هر حال همه ما از معادلات داخلی ایران داریم، چی با ایران جواب میده در این مرحله؟ من قبل از که پاسخ شما رو بشنوم، اجازه بدین از بینندگان هم دعوت بکنم، اگر علاقمند هستید میتونید با ما روی تلگرام تماس بگیرید، همینطور روی راه‌های ارتباطی دیگه ما که سوالاتتون رو با کارشناسانی که الان در برنامه هستن مطرح بکنیم. بفرمایید خانم مرتضوی، به نظر شما چی با ایران الان در این مرحله جواب میده؟
ببین در این مرحله خب الان ما در مرحله بغرنج هستیم، ولی در مراحل در درست قبل از این خب مسئله‌ای که با ایران جواب داد در واقع متد آقای اوباما در خصوص برجام بود که خیلی موفقیت آمیز بود، حتی تاریخی بود، ولی خب اون روش آقای اوباما بود کاملا متفاوت بود. افرادی که دورش بودن بسیار افراد متفاوتی بودن، تجارب متفاوتی داشتن، مواضع متفاوتی داشتن و خب ایران از اون فرصت آقای اوباما به اندازه کافی به نظر من استفاده نکرد. حکومت ایران باید بعد از برجام این رو ادامه میداد، مذاکرات رو در منطقه ادامه میداد، مسلما باید در منطقه عقب نشینی هایی میکرد، ولی امتیازاتی هم میگرفت تا به این وضعیت نیفت. الان در فشار حداکثری که خب به نظر من واقعا اصل فشار هم روی مردم ایرانه نه فقط حکومت. آقای ملکی نظر شما چیه؟ چی با ایران جواب میده در این مرحله؟ بسیاری معتقدند که با رهبران ایران همونطور که صحبت شد ممکن است که هیچ کدوم از راههایی که الان آقای ترامپ داره امتحان میکنه برخلاف کره شمالی اثری نداشته باشه. خب تجربه متاسفانه نشون داده که جمهوری اسلامی یک اصلی هستش که رفتارهاش رو با اون میشه تحلیل کرد. اون این هستش که جمهوری اسلامی اساساً در برابر توصیه و هشدار و در شرایط اختیار تن به اصلاح و یک روش معقول نمیده، اما تحت فشار و اجبار تن به تسلیم میدهد. و اتفاقاً مثالی که خانم مرتضوی زدن در مورد آقای اوباما هم دقیقاً همین بود. آقای اوباما سخت‌ترین نوع فشارهای تحریم‌ها رو بر ایران گذاشتش و یک مسئله‌ای که ما داریم اینه که بسیاری از دوستان تحلیلگر این در دورانی که هر رئیس جمهوری از آمریکا سر کار هستش اون رو بد می‌دونن، بعد که اون عوض شد اون خوبه میشه و بعدی بده میشه. این رو در دوره کارتر هم دیدیم و بعداً در دوره کسان دیگه هم دیدیم و حالا میگن اوباما دوره خوبی بود. خب آقای اوباما هم فشار حداکثری گوش و به همین دلیل هم اتفاقاً جمهوری اسلامی پای میز مذاکره رفتش و نهایتاً تسلیم شدش. ولی خب راجع به همین فشار حداکثری آقای ملکی مقدار بیشتر صحبت بکنیم. اگه بهتون باشه اون موقع آقای اوباما خیلی راجع به این صحبت می‌کرد که من موفق شدم همراهی و همکاری کشورهای دیگر رو برای تحریم ایران ایجاد بکنم، که در نهایت هم همواره میگفت این باعث شد که ایران بیاد پای مذاکره، چیزی که الان دست کم در مورد اروپایی ها شاهدش نیستیم. میدونیم که چین و روسیه هم مواضعی مخالف آمریکا دارن در این مسئله. فکر میکنید که آیا آقای ترامپ میتونه با این شیوهی که الان داره، اینکه میگه من فشار حداکثری دارم، فشارم همونطور که خانم مرتضوی گفتن خیلی شدید هست، فشار اقتصادی شدید هست روی مردم ایران، آیا میتونه به نتیجه برسه با این گونه فشار بدون همراهی بقیه؟ بنا به تجربه میشه گفتش که این فشار نهایتا جمهوری اسلامی رو به تسلیم میکشاند، اما حالا اینکه الان هنوز نتونستند، آمریکا نتونسته اجماع جهانی ایجاد بکنه، بله درسته در صورت دولت ترامپ برای بسیاری از اروپایی‌ها و در درون خود آمریکا هم به عنوان یک دولت نامتعارف شناخته میشه به لحاظ نوع رفتارهاش، نه تنها با مسئله برجام با معاهدات دیگر بین المللی، اما این در صورت مسئله ای نیستش که آمریکا رو، یعنی دولت آمریکا رو مجاب نکرده باشه که فشارها جواب میده. واقعیت این هستش که در صد رفتاری که آمریکا داره با جمهوری اسلامی میکنه به نوعی هستش که جمهوری اسلامی انتظارش رو نداره و حتی بسیاری موارد فکر میکنه که آمریکا بلوف میزنه. شما نگاه کنید در تمامی این دوره و هر تحریمی که بودش جمهوری اسلامی گفت اینها تاثیر نداره و دیگه بیشتر از اینها چه کار میخواهید بکنید، و باز دوباره دیدش که میتونه یک تحریم دیگری بیاد، مثلا قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی، تحریم همین آقای ظریف که کاملا یک به نظر درصد در دنیا سابقه نداشته، ابزارهایی هستش و به صفر رسوندن صادرات نفت ایران که درصد آمریکا ادعاش کرده و به نظر میرسه درصد به اون سمت میره، 100,000 بشکه رسیده صادرات نفت ایران، اینها چیزایی هستش که درصد ابزاری هستش که آمریکا داره. و از اون سر هم نگاه بکنید که درصد در همین اروپا هم یک دستی وجود نداره. الان آقای بوریس جانسون که در انگلیس به انگلستان سر کار اومدن، خب نزدیکی زیادی با آقای ترامپ داره و احتمالاً ایشون هم بی دیگری هستن در این تیم بی که آقای ظریف نوید تشکیل داده. و نکته اینجاست که در هر صورت این که حالا اروپایی را میتونن همراه کنند یا نکنند، بله اجماع جهانی وجود نداره، اما واقعیتش اینه که تحریم ها کمرشکن هستش، فشار بسیار زیادی آورده و جمهوری اسلامی رو مرحله بسیار به نوعی بحرانی کشونده. آقای تهرانی نظر شما چی هست در مورد این گزاره ای که آقای، یا در واقع چند گزاره ای که آقای ترامپ مطرح کرد که ایرانی ها در جنگ پیروز نمیشن، در مذاکره برندن؟ به نظر شما اصلا چرا به این موضوع اشاره کرد؟ خیلی ها مونده بودن که این چیه، همونطور که من قبلا هم در برنامه اشاره کردن، این داره ایرانی ها رو ترغیب میکنه به مذاکره، داره به آمریکایی ها توجیه میکنه قضیه این که احتمالا وارد جنگ با ایران بشه. نظر شما چیه؟ من این رو یک تطمیع رتوریک و لفظی میبینمش. خب به هر حال ببینید در مذاکره قبلی ایران برنده شد،
و شاید اشاره به اون مسئله هستش. و از طرفی هم میگه که مواظب باشید چون میدونن دیگه که ایران جنگ طلبه، کارهایی که الان شرارت هایی که در خلیج فارس داره انجام میده مشخصا این جنگ طلبی هستش و در داخل هم به نفع جمهوری اسلامی است. یعنی اگر یک تحلیلی داشته باشیم با وضعیت تحریم ها و با وضعیت این که اصلا واقعا کشور در یک شرایطی، ما در یه سری ایندیکیتورها و شاخص ها میتونیم دقیقاً به صورت علمی ببینیم که آن گاورنبل ایران قابل حکمرانی نیست، بنابراین وضعیت جنگی به نفعشونه، جنگ واقعا نعمت. اما به اجازه من دو نکته رو بگم. یکی در مورد این گروه بی، این حرکت اصلاح طلب هاست. یادتون باشه تا همین الانش هم همینطور بوده، اصلاح طلب ها همیشه میخوام بگن که ایران یک حاکمیت دوگانه داره و بعد این بازی بد و بدتر رو را بندازن. آقای زرید همین موضوع رو تقلید کرده، یک ذره هم هوش به خرج نداده، دیگران هم تکرار میکنن که انگار دولت آمریکا هم یه همچین دوگانگی توش هست. نیست چنین دوگانگی. یکی این موضوع. یکی هم در مورد مذاکره اشاره بکنم که ببینید در مورد مذاکره برجام ایران از سر اجبار صرفا نه، ایران در قدرتمندترین وضعیت خودش بود، یعنی جمهوری اسلامی در منطقه 4 تا پایتخت باستانی رو تحت نگین داشت، اونطور که میگفت حوثی ها جاهای مختلف پراکسی های خودشو داشت، در اوج قدرت منطقی و سیاست منطقی بود و آمریکا در نهایت ضعفش در خاورمیانه بود که هنوز همون ضعف رو داره، اونجا بود که این مذاکره رو کرد. این نکته به نظر من خیلی مهمیه که باید توجه کنید. من خوش آمد بگم به علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از تورنتو به ما پیوستن به این بحث ما. امیدوارم آقای نامور حقیقی موفق شده باشید که بخشایی از صحبت ها رو بشنوید. به نظر میاد که الان بحث اصلی ما هول و هوش این هستش که آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ دارن به ایران سیگنال مذاکره میدن یا قصد جنگ دارن. آقای جلالی تهرانی به موضوع اشاره کردن که امروز دیدم که آقای زیدآبادی هم در مطلبی همین رو اشاره کردن، اینکه آمریکایی‌ها تلاش میکنند که این دوگانگی در چهره ایران رو که بعضی میگن ایران دو چهره داره، چهره دیپلماسی و نرمتر و مدرنتر، مثلا آقای ظریف هست و دولت آقای روحانی، و چهره تندروتر که رهبر ایران آقای خامنه‌ای و بعضی سرداران سپاه طلایه‌دار اون هستن، و آمریکا داره با تحریم آقای ظریف در واقع این گپ رو، این فاصله رو میبنده. نظر شما چیه؟ با سلام خدمت شما خانم مرتضوی، آقای ملکی و جناب آقای تهرانی. من در آخرین لحظه بهم اطلاع دادن، حالا ببخشید که با دیر رسیدم به برنامه. ببینید چند تا موضوع هست که اشاره فرمودید. تناقضاتی است که سیاست خارجی آمریکا برای اینکه برخلاف دولت اوباما با یک استراتژی منظم تدوین نمیشه بروز و ظهور میکنه. اولیش این است که شما ببینید الان آقای خامنه‌ای رو تحریم کردن، آقای ظریف هم تحریم کرد، تنها کسی که تحریم نشده آقای روحانیه. خودشون میگن آقای روحانی قدرتی نداره، خب پس میخوان با کی مذاکره کنن؟ این نکته اولش که مشخصه. در یک مقام آگاه آمریکایی به رویتر گفته که ما نیازی نداریم به ظریف چون ظریف تصمیم گیرنده نیست، بنابراین درهای مذاکره بازه و این تحریم درهای مذاکره رو نمی‌بنده، پس بنابراین میخوان با کور اصلی قدرت مذاکره کنن. حالا چون آقای خامنه‌ای، آقای سپاه، اینا همه رو تحریم، معلوم نیست کره قدرت کی هست. این تناقضی که بروز میکنه از این قضیه. اما جدا از این تناقضاتی که طبیعتاً به خاطر تیم نامتناقض، نوع کاراکتر آقای ترامپ که اصلا تا حالا ما نداشتیم همچین شخصیتی که 5 صبح توییت میکنه که آمریکا از سوریه خارج میشه، رئیس ستاد مرکزی ارتش هم اطلاع نداشته. این سیاست خب تا حالا آمریکا سابقه نداشته و غیر متعارفه. این ویژگی هایی که دولت آقای ترامپ در تصمیم گیری داره به صورت پاندولی عمل میکنه و هر لحظه به قول معروف یک جلوه از این میاد بیرون. بخشی از این ناشی از گپی است که بین سیستم کارشناسی اطلاعاتی آمریکاست و آقای ترامپ، که از اول میدونید اختلاف نظر بود که در نهایت هم آقای دانکوتس اخیرا اعلام کنارگیری کرد، CIA همینجوری شد، همه این بخشای اطلاعاتی اختلاف نظر دارن در مورد تصمیم گیری در مورد ایران. اما اون چیزی که آقای ترامپ خواهد انجام بده با توجه به این که مسئله کره شمالی رو حل کرد، یعنی اونطور موقت حل کرد ولی الان دوباره سرباز زده، این هست که بتونه ایران رو وارد یک گفتگوی کنه، یک امتیازی بگیره. این گفتگو چند تا مرحله داره. یکیش مرحله عکس گرفتنه، مثل کاری که با کره شمالی انجام داد.
دو مرحله توافقه. آقای ترامپ امیدواره که مرحله عکس گرفتن رو انجام بده که از جنبه تبلیغاتی بتونه روش مانوف بده. دوم از جنبه امتیاز محتوایی که در مورد مسئله موشک هاست و در مورد مسائل منطقه ایران هست و همچنین اینکه بتونه بند غروب هسته‌ای رو به افزایش بده. خود آقای ترامپ گفته بند غروب هسته‌ای با جمهوری اسلامی تعهد بده که 100 سال این بند رو افزایش بده، یعنی تا 100 سال نتونه غنی‌سازیش رو در همین حد نگه داره. یعنی خود آقای ترامپ الان خوشبین‌تر از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به آینده و تداومش تعهد 100 ساله می‌خواد. بنابراین در چه این وضعیتی آقای ترامپ خودش رو سپرده به دست موج، یعنی الان متاسفانه یک استراتژی منظمی که ما علی مرحله به این کار می‌رسیم و بعد می‌ریم به درگیری ندارن، تچشمند بزرگ ندارن. طبق تجربه تاریخی تحریم‌های بزرگ مثل تحریمی که علی ایرانه، حتی تحریم نفت در برابر غذا هم نیست، یعنی بدتر از تحریم نفت در برابر غذای عراقه، تجربه نشون داده این تحریم ها اگه موفق نشه به یک جایی برسه وقت مجبور به حمله نظامی. بنابراین کسانی که از این تحریم حمایت میکنن دقیقاً بهش نوعی مسئله حمله نظامی رو حمایت میکنن. فرقش هم با آقای اوباما اینه که آقای اوباما اول قبول کرد، گفت ما غنی سازی رو قبول میکنیم ولی آماده مذاکره هستیم. تفاوت آقای ترامپ با آقای اوباما در همین نوع پیام و رعایت نکردن فیس و تصویر پرستیژ ایران هست که تفاوت آقای اوباما و آقای ترامپ هم صحبت می‌کنیم. سیامک سوالی فرستاده که از خانم مرتضوی پرسم، اون رو حتما می‌پرسم، ولی بذارید اینجا قبلا مشخص بکنیم آقایون و خانم مرتضوی کدوم طرفدار تحریم هستند، کدوم فکر می‌کنند که تحریم نباید بشه. خیلی سریع جواب بدید آقای جلال تهرانی، شما طرفدار تحریم‌های همه جانبه ایران هستید یا نه؟ اگر جمله شما رو تصحیح کنم، تحریم های جمهوری اسلامی و اگر واقعا این تحریم ها بر جمهوری اسلامی باشه، یعنی مثلا تحریم شخص آقای خامنه‌ای، تروریست نامیدن سپاه، اینها نشون میده که این ادعا که قبلا در دولت آمریکا بوده که ما تحریم ها رو سعی میکنیم به مردم فشار نیاریم، هرچند البته در هر حالت فشار خواهد اومد بدون تحریم، ولی حداقل تحریم ها هوشمند باشه، ما در اینجا داریم نشانه هایی میبینیم که تحریم ها به نظر میاد که هوشمنده و خود جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. بله. چون تحریم هایی میتونه مفید باشه. بله. اگه ممکنه کوتاه جواب بدین آقای نام و حقیقی، میتونم حد بزنم، ولی ممکنه شما بگید خیلی کوتاه که موافق تحریم هستید یا نه. شما اینا کسایی که تو کار اقتصادن می‌خوزید، این تحریم ها بدتر از تحریم های عراقه، یعنی حتی در عراق میگفتن که شما نفت میفروشید یه پولی میره در یک حساب سازمان ملل، در ازاش غذا و دارو اینا میدن. اما به تغییری در رفتار جمهوری اسلامی میبینید با این تحریم ها؟ الان کشتی رو دارن تحریم میکنن. یعنی اصلا مهم شما بگو دارو آزاده، چیزی که آقای تهرانی توجه نه، الان تمام کشتی ها رو دارن تحریم میکنن، بنابراین حتی اگر آزادم باشی هیچ محموله از طریق دریا نمیتونه وارد ایران بشه. بنابراین این یه نکته. این تحریم ها حتما تأثیر میذاره هم رو بلوک قدرت، هم رو جامعه مدنی، هم روی مردم، ولی در نهایت با توجه به اون تجربه تاریخی یا منجر به یک جنگ همه جانبه میشه، یا اینکه در نهایت جامعه مدنی تضعیف میشه و فشارهای جدی بر روی گروهای مردم میشه و جامعه مدنی طبقه متوسط رو الان به سمت این سوق داده که همه از ایران بیان بیرون. در خروج این بخش از طبقه متوسط تحصیل کرده از ایران، شما عملا با توجه به بحران جانشینی یک موهبت الهی، هدیه الهی برای سیستمی که حقیقی خواهش کنم کوتاه جواب بدیم وگرنه نمیرسیم این بحث رو ادامه بدیم. متشکرم. آقای ملکی شما بفرمایید، خیلی کوتاه، آیا موافق تحریم های جمهوری اسلامی یا ایران همونطور که حالا صحبت شد هستید یا نه؟ من مخالف تحریم هستم، اما مخالف علت تحریم هستم. برای رفع تحریم باید علت تحریم رو از بین برد و علت تحریم ها جمهوری اسلامی است. آمریکا عامل تحریم هستش. این بحث مفصلی است که قبلا پرداختم بهش و خب تحریم های حقوق بشری که اساساً مخالفتی باش نیست، تحریم هایی که بر علیه جنایات جنگی است، مثل تحریم هایی که فرضاً بر ضد بشار اسد اینا هستش که اساساً بحثی داره نیست. ما در مورد تحریم های اقتصادی که میفرمایید، چون مجموعی از تحریم هاست الان، تحریم بر علیه سپاه هست، تحریم آقای ظریف هست، تحریم اقتصادی که کمر شکن است برای مردم هست، همه اینا رو اگه میفرمایید خب بحث های جداگانه‌ای دارن. اما اگه اون تحریم هایی که مردم رو به هدف قرار داده، بله مخالف تحریم هستم، اما علت تحریم باید رفع بشه برای اینکه تحریم ها حل بشه. مثلا فکر می‌کنید تحریم آقای ظریف کمکی می‌کنه به این وضع یا نه؟
تحریم آقای ظریف یک تحریم حقوق بشری است. آقای ظریف هیچ کارکردی ندارن جز وزیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی. مثل هستش که شما بپرسید آیا گوبلز رو مثلا در دوران آلمان نازی اگه تحریم می‌کردن بد بود یا خوب بود؟ بله. آقای الان بحث دیگری است، شما نپرداختید به اینکه اساساً الان اعتراضی هم که آقای نامور حقیقی هم میگفتن و خانم مرتضوی هم میگن که این بحثی که تناقضی که در دولت آمریکا هست و دولت نامتعارف آمریکا هم اگر قبول بکنیم این هستش که از یک طرف میگه که می‌خوایم مذاکره کنیم، از یک طرف میگن که خب خامنه ای رو تحریم کردی، ظریف رو تحریم کردی، پس با کی میخوایی مذاکره کنی؟ همین تناقض رو ما در جمهوری اسلامی نبینن که آقای خامنه ای که فصل الخطاب هست میگه که ما مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمی شود. وقتی ایشون اعلام کرده مذاکره نمی کنیم میگه پس چه ناراحتی و چه واویلایی از اینکه آقای ظریف تحریم شده. بله. کسی قرار نیست مذاکره بکنه که حالا ناراحت هستید که چرا ظریف رو تحریم کردید و حالا کی بره مذاکره کنه. خب. آقا تکلیف رو معلوم کردن که قرار نیست مذاکره بکنیم. میخوام بگم این تناقض‌ها تناقض‌های دو طرفه، دو بله. سیستمی هستن که یک دولت نامتعارف ترامپ هست اما در برابر یک حکومت نامتعارف داره موضع میگیره و انگار بالاخره زبانی پیدا کرده که میتونه زبان این دولت حکومت نامتعارف رو جورایی باهاش گفتگو کنه. خانم مرتضوی شما هم نظرتون رو بگین. علاوه بر اینکه کسی روزبه در تلگرام از شما پرسیده با توجه به اینکه اوباما هم در نهایت تحریم های بانکی رو برنداشت و پول حاصل از فروش نفت به ایران وارد نشد، چطور فکر میکنید که آمریکایی ها قبلا قابل اعتمادتر بودن مثلا در دولت آقای اوباما؟ ببین اولا در مورد تفاوت آقای اوباما ترامپ، چون از من اشتباه نقل شد من توضیح بدم، آقای اوباما از سیاستی استفاده کرد در دیپلماسی که به چماق و هویج معروفه، یعنی هم از فشار استفاده کرد، مسئله فشار نظامی، مسئله تحریم ها و اجماع بین المللی، نزدیکترین متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا همراهش بودن در تحریم علیه ایران، و ضمناً از هویج که در واقع اون مسئله کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم بود در قبال ایران که دولت آقای اوباما به صورت یک پارچه در رفتار و در ادبیاتشون این مسئله رو نشون داد، و همینطور بحث غنی سازی، یعنی آقای اوباما برای ایران، برای حکومت ایران جمهوری اسلامی، هرچی که اسمش رو بذارین، روشن کرد که مخالف ادامه برنامه هسته‌ای غیر نظامی و حتی غنی سازی در ایران نیست. من فکر می‌کنم این در کنار فشار باعث شد. حالا نظر خودم رو هم اگه در مورد تحریم‌ها می‌خواید بپرسید، من با تحریم‌های اقتصادی به این شکل گسترده کاملا مخالفم، برای اینکه در واقع صدمش و فشارش و آسیبش مستقیما روی مردم ایرانه، برخلاف صحبت‌های مقامات آمریکا. اما تحریم میتونه تحریم حقوق بشری باشه، تحریم سیاسی باشه که واقعا تاثیر زیادی هم نداره، بیشتر حالت نمادین داره، ولی اون کاملا جدا از تحریم های اقتصادی که من فکر میکنم ضررش بسیار بیشتر، اگر اصلا ضرری داشته باشه برای حکومت، مخصوصا سخت هسته سخت حکومت، ولی ضررش روی مردم ایران هم تو که هممون میبینیم، بحث دارو، غذا، زندگی روزمره. شما موافق این حرف آقای نامور حقیقی هستید که اگر تحریم ها اون تحریم هایی که آقای نامور حقیقی میگن حتی از تحریم نفت در برابر غذا هم الان سخت تر هست تحریم ایران، اگر این به نتیجه نرسه نهایتا جنگ پیش روه؟ من هنوز فکر نمی‌کنم به اون مرحله عراق رسیده باشه، حالا به دلیل فضای متفاوت هم اقتصادی هم سیاسی اجتماعی حتی ایران، ولی من اینو موافقم، یعنی این مسیری که در واقع مشاوران آقای ترامپ جلوی پای او گذاشتن و با توجه به استراتژی که خودش حالا از روی کره شمالی یا تجارت‌های سابقش در املاک و اینا در نظر داره، این مسیر به سمت یک مذاکره موفقیت‌آمیز نمیره، یعنی به سمت تنش میره، مگر اینکه در نقطه اینطور که میگن در واقع یک خروجی بگیر آقای ترامپ و از این حالت تنش خارج بشه، و همینطور که ما میبینیم در طرف مقابل هم در واقع تندروها در ایران دارن قدرت رو به دست میگیرن و وارد فاز تقابل شدن و ایران به نظر نمیاد که به سمت تسلیم یا در واقع پای میز مذاکره اومدن بره. حالا اگه یه مقدار بیایم بیرون تا به این تصویر از در واقع نگاه اروپایی ها رو وارد بکنیم، نگاه کشورهای منطقه رو وارد میکنیم، به نظر میرسه که به نوعی بعضی از کشورهای منطقه در تلاش هستن برای اینکه راهکارهایی پیدا کنن. اعزام یک گروه اماراتی به تهران رو خیلی به فال نیک گرفتن. آقای ملکی نظر شما چی؟ آیا فکر می‌کنید کشورهای منطقه آمادن برای اینکه خودشون در واقع ابتکار عمل رو به دست بگیرن به نوعی، در حالتی که می‌دونیم که ایران و آمریکا به نظر میاد که ازشون صداهای متفاوت و متناقضی به گوش میرسه؟ واقعیتش این هستش که در صورت کشورهای منطقه هم به لحاظ گفتمانی همواره گفتن که ما علاقه داریم که تنش ها کاهش پیدا بکنه، مذاکره بکنیم، اگر
ایران جمهوری اسلامی تن بده به یک سری رفتارهای متعارف ما حاضریم که، یعنی اینها گفتهانی هستش که مدت هاست شنیده میشه. اما مثلا اینجاست که به نظر میرسه که در هر صورت نگاه کشورهای منطقه با اون شروطی که آقای پومپئو گذاشته یا بگیم دولت آمریکا گذاشته تقریبا یکی است. و حالا الان البته یک چیز جدیدی هم داره اضافه میشه و مخالفت جمهوری اسلامی با قرارداد صلح که قرار در اصل مسئله فلسطین و اسرائیل به جایی برسونه، یعنی این هم خودش میتونه یک تنش جدیدی اضافه بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که در اصل همون مسائل و شروطی که هست که فرضاً عدم دخالت ایران در کشورهای منطقه به نوعی عدم حمایت از گروه‌های تروریستی، اون شروط که در اصل در شروط دوازگانه می‌بینیم تقریبا بخش بزرگیش رو کشورهای منطقه هم حامیش هستن و از این جهت هستش که خب اگر این شروط رو جمهوری اسلامی بپذیره و بتونه در اصل رابطه‌شو با کشورهای منطقه عادی کنه، قبل از اون میتونه رابطه‌شو قاعدتا با آمریکا و مشکلاتشو با حتی دولت آمریکا حل بکنه. مثلا اینجاست که جمهوری اسلامی حاضر نیست به اونها تن بده. آقای نامحقی نظر شما چیه؟ آقای ظریف این هفته گفت که ما حاضریم با عربستان گفتگو کنیم، تقریبا چند ساعت بعد دوباره یه توییت کرد که انتقاد کرد از عربستان و بعد به جان بولتون تاخت برای استاندارد دوگانه. قبلا هم گفتم در برنامه. فکر میکنید ایران میخواد چه کار بکنه با کشورهای منطقه؟ ببینید ایران راه حلایی داره که میتونه از این وضعیت خارج بشه. آمریکا میتونه خارج بشه. مهم اینه که آمریکا از سیاست تحقیر حداکثری داره اعمال میکنه دست برداره و فکر کنه که چگونه میتونه منافعش رو در منطقه تامین کنه. برای ایران چند تا راه حل خروج داره. نکته اول جناب آمنی که اشاره کردن، ایران اگر بتونه روابطش رو با عربستان و امارات متحده بهبود ببخشه که با امارات قرائنی هم ایجاد شده، بهبود روابط ایران با عربستان و نزدیک شدن این دو کشور بخش وسیعی از این فشارها رو روی ایران برمی‌داره. این نکته. عربستان و امارات هم الان نگران شدن که آمریکا ممکنه فقط اونها رو تیغ بزنه، میاد بحران ایجاد میکنه و در درگیری منطقه ممکن اونها رو تنها بذاره و هزینه‌شو اونها بده. این نکته اول. نکته دوم، ایران سیاستش باید فعال باشه. سیاست انفعال ایران باید بذارن کنار. برای این کار چند تا کار انجام باید بده. ببینید وقتی آقای پومپئو میگه من میام ایران مذاکره کنم، آقای ظریف میتونست پیشنهاد بده که من آماده مناظره هستم با آقای ظریف. این میتونست فضا رو ایجاد کنه. چرا نکردن فکر میکنید؟ چرا قبول نکردن پومپئو بره تهران؟ ببینید به خاطر اینکه رهبر ایران در مورد مسئله آمریکا قفل کرده به یک دیدگاه کلاسیکی در مورد آمریکا که معتقد نزدیک شدن با آمریکا مانند این هست که اینها نفوذ خواهند کرد و هیبت و حیثیت انقلاب اسلامی رو برباد خواهند داد. یعنی یک تابوی در مورد نزدیک شدن با آمریکا، در حالی که ببینید بین دست دادن، عکس گرفتن، مذاکره کردن و توافق کردن سه مرحله متفاوته. شما ممکنه گفتگو کنید، حرف بزنید ولی توافق نکنید، مثل کاری که الان چینی‌ها میکنن. میتونید الان چینی‌ها مذاکره میکنن ولی خودشون رو برای بدترین سناریو مقابله با آمریکا هم آماده کردن. ایران متاسفانه این کارو نمیکنه، خودش رو آماده نمیکنه ولی شعارهای تند میده. یه نکته بنابراین از این نکته دومی که باید ایران انجام بده، باید ایران در مقابل سیاست‌های تهاجمی و تبلیغاتی آمریکا کاملا تهاجم برخورد کنه. اعلام آمادگی آقای ظریف میتونه در ماه آینده که میره با آقای پومپئو مناظره کنه، تلویزیون ها پخش کنن اون منظور آقای پومپئو هم برآورده بشه، بگه من میخوام بیام تهران، بگو بیاد تهران بیاد با دانشجوها مصاحبه کنه، نه ماهواره‌ای پخش کنن این مناظره و گفتگو، هیچ اتفاقی نمیفته. ترس علی بذارید آقای نامحقی بذارید من الان شما که بفهمم فقط آخرش ببینید ایران باید یه چیزی به آمریکا بده تا آقای ترامپ احساس کنه برده و آمریکا باید یه چیزی به ایران بده. چیزی که ایران میتونه به آمریکا بده اینه که غنی‌سازی هسته‌ای بند غروب آفتاب رو افزایش بده و در ازاش خواستار اون باشه که تحریم‌های سرمایه‌گذاری کمپانی‌های نفتی در ایران که در سال 94 تصویب شده دست جایدهشون بوده اون لغو بشه. اگه اتفاق بیفته هم سیاست تغییر رژیم میره کنار چون سرمایه‌گذاری آمریکایی میاد و هم ایران چیزی به آقای اوباما به آقای ترامپ داده و ترامپ هم چیزی به ایران نیاد داده. ولی متأسفانه ایران در اینجا هم قفل کرده چون سیاست غنی‌سازی هسته‌ای از اولش اشتباه بود و واقعا تا الان 700-800 میلیارد دلار به ایران خسارت زده. اگه بازبینی نشه میزان این خسارتش باز هم بالاتر خواهد رفت و جمهوری اسلامی باید فکر جدیدی بکنه برای این وضعیت. آقای جلال تهرانی نظر شما چیه؟ آقای نامحقی میگن میذاشتن پومپئو بره تهران بلکه با دانشجوها مثلا صحبت میکردن، لایو هم پخش میکردن، نظر شما چیه؟
خب این کارو نمیکنن. بله، اگر توصیه آقای حقیقی رو گوش بکنن که اصلا دیگه این جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی نیست. ببینید، من واقعا یک جایی با آقای حقیقی زاویه دارم از این جهت که دارن توصیه میکنن جمهوری اسلامی رفتار منفعل نداشته باشه و فعال داشته باشه در منطقه. چه رفتاری از این فعال تر که بیای املاک و کشتی های نروژی، خود کشتی های امارات، کشتی سعودی رو بهش حمله بکنی، کارهای شرورانه بکنی، کارهای تخریبی بکنی؟ بنابراین اتفاقا جمهوری اسلامی بسیار رفتار فعال و خطرناک و شرورانه در منطقه داره و الان مذاکراتی هم که از سوی کشورهای منطقه طرح میشه برای اینکه وضعیت، یعنی روابطشون مناسب بشه، تغییر بکنه، فقط کافیه که جمهوری اسلامی دست از شرارت برداره، دست از این کارهای پراکسی خودش برداره. معلوم میشه که این حوثی‌ها نیستن که پهباد فرستادن به سعودی، بلکه از سوی هشت شعبی در استان الانبار عراق اومده، چون این ادعایی که به هر حال ارتش آمریکا طرح کرده. خب دست از این کارو برداره، دست از این کارو برداره تا تحریم‌ها هم کنار بره. و من آقای تهرانی چقدر فکر میکنید که اگر ایران دست از این کارا برداره، آمریکا تحریم ها رو برمیداره؟ بسیاری از کسانی که همین الان هم دارن برای ما پیام میدن میگن اون آمریکا است که از برجام خارج شده و خیلی در این برهه زمانی نمیشه گفت که دولت ایران اون کسی بوده که باعث این وضعیتی هست که الان درش قرار داریم. ببینید، این در واقع یک ساده انگاری است در این زمینه که ما باید بتونیم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از سیاست منطقه‌ایش تفکیک کنیم. همانطور که در سوال قبلی، دوره قبلی من پاسخ دادم، ایران در سال 2015 و در سال 2016 که آمد پای میز مذاکرات، در سیاست منطقه خودش فرادست بود، کماکان هم هنوز این فرادستی رو داره و شرارت‌ها رو انجام میده. و اتفاقاً تنها کسی که بین آمریکا، کشورهای منطقه، اسرائیل و اونا در نظر بگیره، اروپا و جمهوری اسلامی، تنها کسی که تا حالا شما دیدید تمام تهدیداش رو عمل کرده جمهوری اسلامی بوده، گفت منطقه رو ناامن می‌کنم، با کشتی‌ها این کارو می‌کنه. و دقیقاً اون طرف که آقای ترامپ باشه، کشورهای منطقه باشه، تهدیدهای خودشون رو عمل نکردن، این باعث گستاخی جمهوری اسلامی شده، باعث شرارت بیشتری شده. تازه اونها دارن میگن که ما هی می‌خوایم تنش‌ها رو کم بکنیم. خب شما جمهوری اسلامی بشید بشنوید که طرف داره میگه تنش‌ها رو می‌خواد کم بکنه، یعنی جرأت آمدن جلو، مقاومت کردن و مهار کردن من رو نداره. خب من طبیعتاً به شرارت خودم ادامه میدم. خب بذارید ببینم خانم مرتضوی نظرتون چیه در مورد صحبت آقای تهرانی؟ ببینین، شرارت های حالا ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه جدا از ماجراجویی های بقیه کشورها نیست. همین متحدان آمریکا که صحبتش رو میکنیم، عربستان، امارات، حتی اسرائیل، خود دولت آمریکا، همه اینها در اتفاقاتی در منطقه میفته نقش دارن در کنار جمهوری اسلامی که این نقش رو داره. و بعد مسئله تهدید هم هست، یعنی این تهدیدی که حکومت ایران از اطراف خودش میبینه و به دلیل اون، یعنی بخشی از این دلیل اینه که نیروهای نیابتیش رو در منطقه گسترده کرده برای چنین روزی که اگر احساس تهدید نظامی بتونه بکنه، خب بتونه به شکل‌های نامتعارف مقابله کنه. ولی حالا از اینها که بگذریم، من همونطور که قبلا هم گفتم، مسئله برجام در دوره آقای اوباما میتونست ادامه پیدا کنه، این فرصتی بود که حکومت ایران از دست داد. حالا آقای ترامپ اومده، یا این مشکل فقط مشکل ایران نیست، آقای ترامپ زیر انواع قراردادهای بین المللی زده با همتایان اروپاییش، نزدیکترین متحدانش در اروپا، با مکزیک، با کانادا، با چین، همه این مشکل رو با آقای ترامپ دارن، ولی سعی کردن خودشون رو وقف بدن. چرا؟ چون قوی ترین کشور دنیاست، بزرگترین اقتصاد دنیاست و در واقع همینه که هست. و من فکر میکنم حکومت ایران هم باید به این نتیجه برسه که خب همینه که هست، فعلا رئیس جمهور آمریکا اینه و فشار رو داره هر روز روی ایران بیشتر میکنه، روی مردم ایران بیشتر میکنه و چاره ای نیست جز اینکه سعی کنن حداقل در مذاکره رو به شکلی، حالا میتونه پشت درهای بسته باشه، میتونه از طریق افراد میانجی باشه، سعی کنن این چراغ سبز رو به آقای ترامپ بدن و استفاده کنن از این برای تنش زدایی و برای کم کردن این خطر در واقع درگیری نظامی. و این چیزی که خود آقای ترامپ هم به دنبالشه. آقای نانور حقیقی درست گفتن، اول در درجه اول به دنبال عکس، اینکه چند عکس بگیره مثل مدل کره شمالی، و بعد همین که پای میز مذاکره بشینه. و نهایتا هم گفته من چیزی که از ایران میخوام نه تغییر رژیم نه رفتن این رهبران، گفته فقط میخوام سلاح اتمی نداشته باشن. در واقع آقای ترامپ به دنبال یک برجام جدیدیه که اسم آقای اوباما روش نباشه، اسم خودش روش باشه. اینو من نمیگم، همینجا در واشنگتن از انواع طیف‌های سیاسی این رو گفتن. مخالفت اصلی آقای ترامپ با برجام
اینه که این در واقع دستاورد دولت آقای اوباما بوده. و خب بعد از این فرصت به همین شکلی که هست استفاده کنم و این رو من به عنوان یک فرصت هم می‌بینم، به دلیل اینکه آقای ترامپ یک جمهوری خواهیه که برای اولین بار اتفاقا به دنبال جنگ با ایران نیست، به دنبال توافق. تا حالا ما چنین چیزی نداشتیم. دموکرات‌ها به دنبال توافق و دیپلماسی بودن، عموما جمهوری خواهان به دنبال جنگ و فشار. ولی من فکر می‌کنم تندروها در واقع در حکومت ایران بعد از این فرصت استفاده کنن و این توافق یا حداقل در مذاکره رو با آقای ترامپ باز کنه. این چیزی که شما بهش اشاره کردین در واقع این تفاوت نگاه آقای ترامپ با اغلب جمهوری خواهان گذشته. یه مسئله دیگر رو هم ما الان می‌بینیم، مسئله که جلوتر آقای ملکی بهش اشاره کردن، اینکه ایران تا به حال یک همچین رفتاری رو از مقامات آمریکایی سراغ نداشت که نتونه پیش بینی کنه که اینها چی میگن. الان مشکل بسیاری از مقامات ایران اینه که نمیدونن که با مقدم بعدی آقای ترامپ چه خواهد بود، چون قبلا به قول آقای ملکی میشد تقریبا حد زد. آقای ملکی فکر می‌کنید این چه مسئله‌ای در داخل ایران ایجاد کرده؟ با توجه به اینکه به هر حال ما می‌دونیم در ایران هم گرچه که همیشه گفته میشه که تصمیم گیر نهایی یک نفر هست، ولی گروه های مختلف هستن، برایند نظرات این گروه ها گاهی در سیاست های داخلی ایران هم تاثیرگذار بوده. بله، جمهوری اسلامی با یک بازیگری طرف شده که در یک جاهایی از خودش هم به نوعی بدتر هست از منظر پیشبینی ناپذیری و اتفاقا به نظرم یا درصد دولت آمریکا هم آگاه هست به این مسئله و شاید به همین دلیل هم هستش که با جمهوری اسلامی به این شکل بازی میکنه. ولی واقعیتش که مسئله از اون سوی دیگه این که جمهوری اسلامی مشکلی که داره و با توجه به همین توضیحاتی هم که دوستان دادن، که تمامی این فشارها، همه این مصیبت‌ها و تحریم‌ها و اینهایی که بر کشور داره وارد میشه، همه اینها برای این هست که جمهوری اسلامی حاضر نیستش که تبدیل به یک حکومت نرمال یا یک بازیگر عادی در جهان بشه. ببینید خانم مرتضوی که حالا فرمودن که اوباما سیاست چماق و هویج همزمان داشت، ولی در این حال در حرفهای خودشون هم بودش که آقای ترامپ هم سیاست چماق و هویج داره و هویجی که به جمهوری اسلامی داده این هستش که علنا میگه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم و حتی میگه که ما جمهوری اسلامی ایران با همین رهبران فعلیش هم میتونه کشور بزرگی بشه. یعنی در این حد داره چماق هویج رو در کنار چماق میده، اما جمهوری اسلامی حاضر نیست. فقط در گفتار آقای ترامپ، در عمل کردش نیست. این خیلی تفاوت داره. خب حالا دیگه درصد این که شما میدونید که عمل کرد آقای ترامپ چیه، گفتارش چی هستش، حالا بحث دیگری است. درصد من عمل کردشون رو خب ما میبینیم دیگه، عمل کردشون رو میبینیم. خب شما که خودتون میفرمایید ایشون اهل جنگ نیست، ایشون دنبال مذاکره هستش، خب خودتون دارید اینا رو میگید، حرف خودتون که قبول دارید حداقل. نه، ولی تا الان سیاست فشار که چماق بوده رو فقط استفاده کرده به تقلید از آقای اوباما، بدون اینکه اون بخش حویجش رو استفاده کنه. در یک دوره‌ای که از اولش آقای اوباما که از اولش که به نوعی هواپیمای پول نفرستاد برای جمهوری اسلامی، فشار گذاشت، وقتی جمهوری اسلامی تسلیم شد، سر میز مذاکره رفتش، تن داد به شروط و نهایتاً امضا کرد برجام رو، بعد هویج رو داد بهش. منظور این هستش که در آقای اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی متعهد کردن که با آقای ملکی تمام شما مرتب اسم منو میارین و حرفی که من نزدم از طرف من میزنین، یا منظور من یک جور این بار اولام نیست، قبلا هم در برنامه دیگه کردین. آقای ملکی تمام منتظر، خواهش می‌کنم، من هستم خودم حرف خودمو زدم، شما هم حرف خودتون رو بزنین. خواهش می‌کنم آقای ملکی، شما بفرمایید. خانم مرتضوی، من به شما وقت میدم بلافاصله برای صحبت ایشون. بفرمایید. بله، منظور این هستش که در اصل جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلش این هستش که تبدیل به یک حکومت عادی بشه و اون چیزی هم که آقای حقیقی اتفاقا میفرمایند که اگر این شکارها رو انجام میداد، فرضاً آقای ظریف حاضر میشد با آقای پومپئو دیدار بکنه یا غنی سازی رو اشتباه میدونن، خب اینها اگر انجام بده جمهوری اسلامی اینها تن بده، میدونه که دچار یک استحاله بزرگ میشه، ولی در اصل جمهوری اسلامی نیست. مشکلشون هم این هستش که فکر میکنن اگر رفتار عادی داشته باشن، شروط رو بپذیرن، یک کنشگر عادی در منطقه باشن، به نوعی تن به جنگ افروزی و تنش‌زایی اینها ندن، دیگه قاعدتاً جمهوری اسلامی نیستن. مشکل جمهوری اسلامی این هستش، وگرنه یعنی مشکل ایران هم در اصل همین ساختاری هستش که حاضر نیستش که یک حکومت نرمال بشه، حتی یک دیکتاتوری نرمال که در صورت غرب و آمریکا همون رو میپذیره. حالا غیر از این که بگذریم از این که بسیاری از این مطالباتی که مطرح میشه که میگن امیدوارم در آمریکا فرضاً تیم بی دنبال تغییر نظام هستش یا شروط پومپئو به نوعی شروطی هستش که
شروط ظالمانه هست، اینها همه مطالبات مردم ایران. اتفاقا تغییر نظام مطالبه مردم ایرانه، نه مطالبه آمریکایی ها یا دولت آمریکا. اون شروط 12 گانه قبل از اینکه پمپئو بگه، مطالبه مردم ایران بودش که توی خیابون‌ها شعار میدادن که به نوعی سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. همه اینها چیزهایی بودش که در جنبش سبز بحث نقض نه لبنان جانم فدای ایران بود، که یعنی سیاست‌های خارجی رو قبول نداشتن. اینها چیزهای مردم ایران بود. حالا به نوعی کسان دیگری هم در دنیا دارن اینها رو از جمهوری اسلامی میخوان. بله خانم مرتضوی پاسخ بدید اگه ممکنه. کوتاه ممنون میشم. من کوتاه بگم، البته من فکر نمی‌کنم مسئله دولت آقای ترامپ به هیچ وجه مسئله حقوق بشر یا مطالبات مردم در داخل ایران، نقض حقوق بشر یا اینها باشه، و مشابه رفتار همین دولت رو ما با متحدانش که بزرگترین ناقضان حقوق بشر بسیار مشابه جمهوری اسلامی شاید بدتر از اون هم هستن، روابط بسیار خوب و عادی دارن. مسئله مسئله داخلی است، اما من اینو موافقم در واقع مطالبات داخلی مردم ایران، البته از طیف‌های مختلف، هر طیفی بالاخره مطالبه خودش رو داره، ولی مطالبات داخلی مردم ایران هم بسیار موجهه، بسیار به وضعیت در واقع نگران کننده و اضطراری رسیده، و جمهوری اسلامی باید این فضا رو در داخل هم تغییر بده و مطالبات داخلی رو به جای اینکه این فضای تقابل رو با منتقدان خودش ایجاد کنه، باید فضا رو باز کنه. ولی به هیچ وجه فکر نمی‌کنم هدف دولت آقای ترامپ یا اصلا انگیزه کوچکترین در واقع اهمیتی براش داشته باشه مسئله داخلی ایران. آقای جلال‌تر، نظر شما چی هست؟ بحث نرمال بودن یک حکومت هست. خانم مرتضوی میگم با خیلی از دولت‌هایی که به هیچ وجه نرمال نمیتونن حساب بشن آمریکا کنار میاد. نه ببینید، اتفاقا اینا چیزهایی که ما دلمون میخواد اینجوری برداشت کنیم. ببینید الان در همین صحبتی که اینجا داشتیم و بارها در بی بی سی در رسانه‌های مختلف، تحلیلگران مثل خود ماها گفتیم که سیاست‌های آمریکا متناقضه. الان همین الان این تناقض رو در خود ما شما دیدید، گفتیم که خانم مرتضوی اشاره کردیشون که سیاست آمریکا فقط چماق بوده. خب پس متناقض نیست، اتفاقا منسجم ترین سیاست دولت آمریکا رو ما الان در حال حاضر می‌بینیم. همین طور تحریم‌ها رو به صورت دوره‌ای دارن تنگ‌تر می‌کنن. هیچ این انسجام رو هیچ وقت دیگه ندیدیم. ما دلمون میخواد بگیم متناقضه، یعنی صحبت‌های متناقضی هم نمیشنویم ازشون. من یک کوتاه صحبت متناقض ممکنه که آقای ترامپ اینجوری حرف بزنه، ولی ما انقدر شعور داریم که سیاست آمریکا رو از دیپلماسی، از سیاست رسمی دقیقاً ببینیم، محک بزنیم، بعد زمان ارزیابی بکنیم. و یک چیز دیگه هم که باز این خودفریبی است، میایم مقایسه میکنیم با کره شمالی. کره شمالی یک رژیم شروری نداره که یک سیاست صدور انقلابش رو به جهان داشته باشه، ادعای جهانی نداره، در مرزهای خودش پراکسی نداره، تروریست پرورش نمیده. بنابراین این که فکر کنیم سیاست آمریکا نسبت به کره شمالی میخواد همون شباهت‌هایی رو با سیاست با جمهوری اسلامی پیدا بکنه، این هم اشتباهه. ما از برداشت چشم خودمون رو باید بشوریم با برداشت‌های من. معذرت می‌خوام آقای جلال‌ترین، خیلی کوتاه 30 ثانیه خانم مرتضوی بفرمایید. من ببینید سریع بگم مسئله تناقض اینه که آقای ترامپ یک صحبتی میکنه، میگه من به دنبال توافق و مذاکره ام، ولی رفتاری که پیش میبره رفتار به سمت تنش و تغییر رژیم. در مورد کره شمالی میگم کره شمالی حکومتیه که موشک هایی داره که باهاش میتونه خاک آمریکا رو تهدید بکنه. آخه چطور شما این میگین مقایسه رو نمیتونید بگید؟ مردم در کالیفرنیا نگران اینن که تحت حمله موشک های کره شمالی قرار بگیرن. من فکر میکنم وقت 40 ثانیه آخر بدیم آقای نامحقی جنبندی کنه. آقای نامحقی بفهم ببینید صحبت آقای ملکی توجه نمی‌کنن که آمریکا خودش بخشی از مشکلات منطقه است. سیاست‌های دخالت آمریکا، حمله به عراق و افغانستان خودش فضای جدیدی ایجاد کرده. به جز ایران همه کشورهای منطقه در امور داخلی همدیگه دخالت می‌کنن. بنابراین اگر بخواد مسائل حل بشه، باید تحت یک پکیجی به عنوان مسائل دفاعی منطقه کشورهای منطقه باید بشینن مسائلشون حل کنن. واقعیت اینه که اگر کشورهای منطقه مسائلشون رو خودشون حل نکنن، خب آمریکایی‌ها میان حل میکنن. تو رابطه ایران آمریکا هم همینجوریه. آقای ملکی مرزبندی نمیکنه، میگه تحریم علت این مسئله خود جمهوری اسلامی. خب توی واشنگتن و نیویورک و اروپا که ما نمیتونیم ماندلا و آن سان سوچی تولید کنیم، این نیروها باید در داخل باشن. خود اینا باید مسئله آینده ایران حل کنن. آمریکا سیاستاش هیچ کمکی نمیکنه، نتیجهش ایرانی خواهد بود، چیزی که در کشورهای دیگه دیدیم. خوب شروع میکنه، بعد ادامه میده و فاجعه تموم میکنه. متشکرم از هر چهار نفر شما، آقای تهرانی، آقای نامحقی، آقای ملکی و خانم مرتضوی، و ممنونم از شما که با صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو روی یوتیوب میتونید مجدد ببینید و همینطور میتونید پادکست برنامه رو بشنوید. شب و روزتون خوش.
We'll be right back.